برنامه خوش آمدین. بعد از برنامه و در بخش برنامه قسمی که یاد کردم مهماندار هستیم. موضوع بسیار خوب در رابطه با شکست صحبت های بیشتر می داشته باشیم و مهمان عزیزم هست روح‌الله محمدی. در رابطه با شکست موضوع بسیار خوب و مهم است که ان شاء الله صحبت های بیشتر می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشید. خوش آمدید آقای محمدی. سلام باشم. تشکر. بخیر باشید. حالا تعریف از شکست اگر داشته باشیم، شکست چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکست یا ناکامی تحصیلی که چون در اواخر نتایج کنکور اعلام شده به او خاطر ما این موضوع انتخاب کردیم. شکست یا ناکامی عبارت است زمانی که وقتی رسیدن به یک هدف خواستنی یا ارضای یک نیازمندی اگر تأخیر میشه یا به او هدف نمیرسه میره این شکست یا ناکامی تحصیلی. خیلی خوب. حالا چرا ناکامی تحصیلی؟ درس نمیخوانن یا محیط اعتماد به نفس که دارن یا مثلا انتخابشان دقیق نیست؟ علل و عواملش اگر صحبت بکنیم. روشهایش بسیار زیاد است. چون وقت شاید کمتر باشه من چند بخش زیر چند روش نام میگیرم مشخص. اول در اول میگم که یک جمله را که قبل از اینکه به استعدادتان تکیه کنین اول به تلاشتان تکیه کنین، یعنی تا هر قدر استعداد دارین کمی میکنه، مثلا باید تلاش کنین انسان همیشه وقت به تلاش خود ادامه بده. و یک روشی است که شکست یا ناکامی تحصیلی یک فاجعه یا یک مصیبت یا یک بلا نیست، بلکه این شکست یک چیزی است که برای ما را از گذشته قوی تر به آینده می سازه. ما را با مقابله های دیگه در زندگی ما شما همیشه ما در مقابله هستیم، یا ناکام هستیم یا کامیاب هستیم. در این میدان ها که وقتی ما به خاطر کامیابی و موفقیت خود فکر میکنیم، همین شکست هاست که باعث موفقیت های بیشتر ما در آینده میشه. این که چرا با شکست و ناکامی مواجه میشوند، معمولا ما سر دانش آموزا زیاد تاکید میکنیم، این به خاطر از این است که مطالعه نمیکنن، مطالعه درست ندارن. اکثر دانش آموزا یا عادتهای خوب ندارن که عادتهای خوب مانع رسیدن به موفقیت میشه. عادتهای بسیار بده که مثال از ساعتها پشت اینترنت نشستن، بازی کردن با کامپیوتر، بحثهای سیاسی بیمورد نشستن، شب نشینی های بیمورد که اصلا بدون مطالعه است. و همچنان همیشه وقتی که درس میخوانن کارخانگی برشان میته در مکتب تمرین ها را حل بکنن، اینها همیشه کوشش میکنن به کنار دیگرها برون و از دیگرها کمک بگیرن، در حالی که امی استعداد خودشان دارن که مشکلات خودشان حل بکنن با کامیابی و با موفقیت برسن. اما امی عادت های زشت و ناپسندی که در وجود از این دانش آموزان هست، این باعث مانع رسیدن به موفقیت هایشان می شود. و همچنان اعتماد به نفس یکی از نقش های بسیار مهمی که در زندگی یک شخصیت داره، در رسیدن به موفقیت یک شخصیت کمک میکنه، اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس در مقابل ناکامی، اگر کسی اعتماد به نفس داشته باشه، او یک شخص شجاع می باشه، شجاع یا دلیر. یعنی ما برای ما ایران می آموزه ناکامی که ما باید همیشه شجاع باشیم، دلیر باشیم، در مقابل ناکامی ها استادگی کنیم. و استادگی ما به این معنی که ما وقتی سر ما ناکامی آید، اگر ما اعتماد به نفس داشته باشیم، اصلا ناامید نمیشیم، یأس سر ما نمی آید و قهر نمیشیم، عصبانی نمیشیم و ملامتی رو به دیگران نمیاندازیم که بگوییم دیگران والا ملامت بود، استاد ملامت بود، استاد سوالای سخت آورد، با ما کدام دشمنی شخصی داشت، استاد سوالا رو سخت آورد، به این خاطر به ناکامی من انجام نمره هم کم برام داد. نمره هم کم داد برام. بله. پس به این خاطر اعتماد به نفس ما رو شجاع می‌سازه و یک نقش مهمه که داره اعتماد به نفس داره. و کسایی که اعتماد به نفس داشته باشن هیچ وقت از ناکامی نمیترسن، همیشه کوشش میکنن که در با ناکامی مقابله بکنن. بله. و همچنان روش های افراد در مقابل عکس العمل های افراد در مقابل ناکامی مختلف است. بعضی افراد هستند که در مقابل ناکامی قهر میشن، تحت فشار روانی قرار میگیرن. بعضی افراد دیگه هستند که فقط چه میشه وقتی که ناکامی به سرشون میآید، اینا تسلیم میشن به ناکامی، فقط نگمی بود و خلاص شد. بعضی افراد دیگه هست که وقتی سرشون ناکامی میآید، اینا چه میکنن؟ فقط با ناکامی خود مقابله میکنن و به مرای خود ادامه میدن و بهترین راه شما میاست که هرگاهی که سر ما ناکامی میآید یا ناکامی و یأس نامیده میآید، پس در این صورت ما چه بکنیم؟ اما اهداف خود باید واقع بینانه دنبال بکنیم و از یأس و ناامیدی جلوگیری بکنیم. بله. بعضی کسا هستن قبل از اینکه شکست بخورن ترس دارن از شکست، که حالا اگر من برم امتحان بتم در پنتون یا مکتب یا هر جای به خاطر وظیفه باشه، ترس دارن که حالا من شکست نخورم، اگر من برم امتحان بتم ناکام بانم، چقدر بعد از کلگی سرما شاید شاندی بزنه که تو چرا ناکام موندی یا چرا بی نتیجه موندی. ترس چقدر بتونه مهم باشه در شکست خوردن ما که ما میخوایم بریم امتحان بتیم یا کار رو بکنیم، ما ترس داریم که ما شکست نخوریم؟ بسیار سوال بجای. ترس هیچ وقت ما باید ترس نداشته باشیم. یکی در روانشناسی یک مقوله از دانشمندای بزرگوار است که میگن
به خاطر از اینکه ما میگه در از ترس بترسیم، قبل از اینکه ما از ترس بترسیم یا از بلا بترسیم باید در خود بلا خود قرار بدیم. یعنی از از امتحان، از رقابت، از اینا هیچ وقت ترس نداشته باشیم. قبل از اینکه ما هر باری که به با امتحان نزدیک میشیم باید از خود نزدیک ساخته بریم. اما چهره خود همیشه در این میدان ها این مثل یک میدان نبرد است. یا در این میدان کامیاب هستیم یا ناکام. ولی ما چه بکنیم؟ از شخصیت خود در مقابل از این میدان نبرد باید دفاع بکنیم. در مقابل ناکامی از شخصیت خود دفاع بکنیم. پس ما ترس باید نداشته باشیم. امی که وقتی خود آماده میسازیم برای وظیفه یا برای درد، برای کار، از ترس ما احراز نداشته باشیم. اصلا امی مشکلات، امی ناکامی که از یک بخشی از زندگی است. بله. هیچ کسی نمیتونه که از شکست یا ناکامی در زندگی روزمره به صورت مطلق در امان باشه. یعنی ما هر جایی که باشیم شکست و کامیابی همراه ما هست. بله. هیچ امکان نداره که ما از شکست فرار کنیم. بلکه ما قدر شکست و ناکامی رو باید بدانیم. به خاطر چی؟ به خاطر از یک همین شکست و ناکامی است که ما را از گذشته قوی تر به آینده میسازه. ما را آماده میسازه که با نبردهای دیگه که در زندگی داریم، با رقابتهای دیگه که پیش روی ما میآید، آزمایش ها و امتحان هایی که میآید، باید بهتر از گذشته در او یک بازی خوبی را دو جنگ. خیلی خوب، استفاده از فرصت یک دقیقه اگر جنبندی داشته باشیم چقدر مهم است ترس و مثلا دلهوره و اعتماد به نفس. ترس و اعتماد به نفس، هر کس که اعتماد به نفس داره او اصلا از هیچ چیزی ترس نداره. چیزی که در طبیعت وجود داره هیچ اصلا ترس نداره. چرا؟ با استعدادی که داره، با ذکاوتی که داره، هوشیاری که داره، حافظه قوی که بر از او پروردگار داده، که بسیار یک پروژه بزرگ در وجود انسان حافظه است که یک روز انشاءالله سر ازی بحث میکنیم. یعنی تمام استعدادی را که انسان داره هیچ وقت اصلا در مقابل تمام چیزایی که در مقابلش آزمایش هست، امتحان هست، انترویو هست، در وظیفه و غیره جاهایی که وجود داره، اصلا ترس ندارن. همیشه اعتماد به نفس بالا دارن و خود احساس میکنن که ما شخص موفق هستیم و مثبت نگر هستن. تشکر استاد. تشکر، ممنون حضور شما. تشکر، بخیر باشید. سلام. تشکر از شمایی که شبکه جهانی آینه و برنامه ارمغان صبح بیننده بودید. زنده باد افغانستان، پیروز باد ملت ما، نابود باد دشمنان مردم افغانستان. هر کجایی که هستین وقتتان بخیر. تا برنامه‌ای که در خدمت قرار می‌گیریم شما رو به خداوند یک تو بنیاد می‌سپاریم. سرفراز باشید.